well as the entire universe. Given this meaning of the word, it is seen that the Earth's sky, or the atmosphere, is made up of seven layers. Indeed, today, it is known that the world's atmosphere consists of different layers that lie on top of each other. Furthermore, it consists, just as is described in the Quran, exactly of seven layers. In a scientific source, the subject is described as follows. Scientists have found that the atmosphere consists of several layers. The layers differ in such physical properties as pressure and the types of gases. The layer of the atmosphere closest to Earth is called the troposphere. It contains around 90% of the total mass of the atmosphere. The layer above the troposphere is called the stratosphere. The ozone layer is part of the stratosphere, where absorption of ultraviolet rays occurs. The layer above the stratosphere is called the mesosphere. The thermosphere lies above the mesosphere. The ionized gases form a layer within the thermosphere called the ionosphere. The outermost part of Earth's atmosphere extends from about 480 kilometers out to 960 kilometers. This part is called the exosphere. If we count the number of layers cited in this source, we see that the atmosphere consists of exactly seven layers, just as stated in the verse. It is a great miracle that these facts, which could not possibly be discovered without the technology of the 20th century, were explicitly stated by the Quran 1,400 years ago. خب ایشون میگه که در این قسمت همینطور که شما دیدید از لیرهایی که دور کره زمین هست راجبش صحبت میکنه و میگه که در قرآن اومده که 7 لیر هست و همینطور که دیدید اسما رو گفت تراپوسفیر، ستراتوسفیر، سیروسفیر، مسوسفیر، مسوپوتامیا شنیدید شما؟ یک وقتایی بود به شبط العرب یا بین رودان رود مثل که ایرونی بهش میگیم میان رودان یا شبط و همونی که بهش میگن به عربی شبط العرب اینا قبلا مسوپوتامیا بوده. حالا چطور شده اسم این لیه رو که در قرآن ایشون میگه مسوسفیر هست این اسمایی هست که من و شما میدونیم که ما ایرونی ها 3745 سال پیش میدونستیم که سال چند روزه، زمین چطور میچرخه. من و تو میدونستیم، به همین جهت هم تا امروز طوری که ما سال رو میشموریم 365 روز و 14 ساعت و 32 ثانیه و چند صدام ثانیه که سال عوض میشه، نوروز ما میشه، ما تنها سیویلیزیشن مردمی هستیم رو کره زمین که سال رو طبق ساینس، طبق علوم، طبق آنچه که ناسا و سایر فضا شناسان میدونن درست میشماریم. ما اینطور نمیشماریم که سر ساعت 12 نصف شب روز آخر دسامبر روز اول ژانویه بشه سال عوض بشه و شما میدونید این ور کره زمین با اون ور کره زمین ساعتش فرق میکنه و نمیتونه همشون سر یک ساعت سالشون عوض بشه. و ثابت شده که کره زمین به دور خورشید درست 365 روز نمیچرخه، بلکه 14 ساعت و چند ثانیه و چند دقیقه و چند ثانیه هم اضافه داره هر سال.
ما درست شمردیم، ما درست میدونستیم. خاطرتون هست دو هفته پیش که راجع به پلنت نبیرو صحبت بود، من یک تیپ رو پخش کردم، یک برنامه رو پخش کردم که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها دریافتن که سیویلیزیشن یعنی تمدن ایرانی‌ها نشون داده که این پلنت، این کره قبلا آشنا بودیم باهاش، میشناسیمش. حالا این راها داره میگه ما 1400 سال پیش ایشون اینها رو در قرآن نوشتند. ما قبول داریم اگر نوشتن درسته، ولی قبل از 1400 سال پیش، 2500 سال پیش هم ما اینو میگفتیم، 3745 سال پیش هم میگفتیم. حالا من نمیخوام بیشتر برم، چون هستند هم میهنان ما که تاریخ ما را بیش از 7000، 10000 و بیشتر میدونند و مینویسند، ولی اطلاعات آگاهی من به همون 3750 سال یک بار میره، همون زمانی که کره نابیرو میاد بین زمین و خورشید رد میشه، کره زمین رو درست 90 درجه میچرخونه، یعنی این که خط استوا باشه، استوا رو آرام میچرخونه به این صورت و زمین از این طور خواهد چرخید، اینجا گرم خواهد شد. به همین جهت هم تا دو بار ثابت شده که هر 3750 سال یک بار این کره زمین دو بار شیفت کرده، دو بار چرخیده. یعنی چی؟ یعنی این که خط استوا اونجایی که فلوریدا هست، گرم هست یا خلیج فارس هست، اونجا سردسیر بوده، بعد گرم سیر شده. قطب شمال و قطب جنوب هم روزی گرم سیر بوده، بعد عوض شده. هر وقت این کره نابیرو رد میشه این اتفاقات میفته، و اونه که میگن دنیا کنفایکون میشه، یا میگن که آخر زمان میشه، یا میگن به قول این آقایون اکس کانفرسی ها که فیلموش شما میبین در حقا تیوی، اینا معتقدن که سفینه هایی میاد ایده رو نجات میده. ما میگیم نخیر، شما خودتون خودتون رو نجات میدید اگر در اون زمان به مقامی تکامل رسیده باشید. به همین جهت هم ما راجع به حقا و حقامنشی صحبت میکنیم و با هم میاموزیم. همین هم گفتیم سخن زیاد داریم. الان یکی از بینندگانی که اومده بود از شما خواست، یعنی با هم دیگه به شما گفته بود که خواست که اگه میتونید قدرتتون میرسه بیاید و در برنامه های حقا تیوی شرکت کنید، بیاید و آنچه که میتوانید برای کمک همیاری به حقا انجام و حقا تیوی انجام بدید. ما در این لحظه چون برنامه مخصوصی گذاشتیم برای نیایش خانم دکتر اعتمادی، به همین جهت من میخوام همه شما سکوت کنید با آرامش کامل، با آسایش کامل فکر کنید، برید تو اون دنیای واقعی، برید اونجا که من و تو وجود داریم، از بدنمون در بیاییم، مدیتیت کنیم، خیال کنیم الان ما همه جا هستیم، هر جایی که شما فکرشو بکنید، هممون با هم میریم پیش خانم نسرین اعتمادی در بیمارستانی که در اینتنسیو کر هستند، نیایش میکنیم که ایشون هر جور دلشون میخواد به آسایش برسند، به تندرستی برسند. این نیایش ما
با شما